درود به همه دوستان و همراهان عزیز. دو بار تلاشمون با مشکل مواجه شده بودم، الان فکر میکنم که مشکل رفع شده باشه. با یه فیسبوک لایو دیگه با شما عزیزان هستیم تا درباره آخرین اخبار و تحولات روز با هم صحبت بکنیم. خبرهای خیلی زیادی توی دو هفته گذشته اتفاق افتاد که فکر کنم خیلی از شما عزیزان بخواید دربارش بدونید، و از همین الانم حالا بعد از صحبت اولیه که با هم دیگه میکنیم دوستان آماده بکنن خودشونو، اگر میخوان بیان روی خط و صحبت بکنن، سوالی رو مطرح بکنن، موردی هست میخوان با عزیزان در میون بذارن، در اون مورد با هم حرف بزنیم. اما موضوعاتی که امروز بهش میپردازیم توی شروع صحبت درباره فاجعه‌ای که در کرمانشاه و بخش بزرگی از غرب ایران عزیزمون اتفاق افتاد، در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. مردم عزیز ایرانیان کردی که توی این منطقه دچار مشکلات فراوانی شدند و نوع رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی در قبال اونها حرفهای زیادی برای گفتن داره، رفتارهای سپاه پاسداران با اونها حرفهای زیادی برای گفتن داره، در این مورد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. همینطور درباره اتفاقاتی که داره در منطقه رخ میده، مسائلی که در عربستان داره پیش میاد و همه رو شگفت زده کرده در دنیا، همینطور مسائلی که در لبنان داره پیش میاد و سرعت تحولات بسیار بسیار زیاد شده، اتفاقاتی که حالا فارغ از مسائلی که در منطقه خاورمیانه داره میفته در خاک ایالات متحده آمریکا داره شکل میگیره و به ویژه رسوایی های اخلاقی فراوان و پشت سر همی که توی رسانه ها احتمالاً دارید دربارش میشنوید. حالا از اونجایی که ما نمیتونیم به رسانه های فارسی به ویژه اعتماد بکنیم، چون دیگه این خرچنگ سرطانی چپ به طرز هولناکی تقریبا تمام رسانه های فارسی رو فرا گرفته و قشنگ اخبار رو اونجوری که دوست دارن از فیلترهای خودشون رد میکنن به گوش مردم برسونن. هنوز هم فکر میکنن توی دورانی زندگی میکنن که میتونن افکار عمومی رو اونجوری که با اخبار دروغ میخوان شکل بدن، ولی از قدرت رسانه های مدرن بیخبرن. و در این مورد هم با شما صحبت خواهیم کرد، آخرین اخبار و تحولات حالا مربوط به کنگره ملی هم، اگر از دوستان کنگره ملی هم اینجا داشته باشیم، در اون مورد هم باهاتون حرف خواهیم زد. اما بذارید بپردازیم به بحث فاجعه‌ای که در کرمانشاه اتفاق افتاد و شهرها و روستاهای اطراف. خب من در اصل حادثه که بحث های زیادی هست، برخی صحبت از هارپ کردن، برخی صحبت از انفجار اتمی کردن، گفتن آزمایش های هسته‌ای که رژیم داشت انجام میداد، برخی اومدن جریانات چپ بلا فاصله مثل همیشه نوک نیزه خودشون رو هدف گرفتن به سمت آمریکا و غرب که بله اینها داشتن آزمایش نمیدونم سلاح‌های جدید می‌کردن، بعد و یک عده به سمت روس‌ها گرفتن. با من می‌خوام سراغ این قضیه اصلا نرم. فاجعه ای اتفاق افتاد، حالا یا زلزله است، فاجعه طبیعی همیشه اتفاق می‌افته، یا ساختگیه. اگر از یکی دیگه از جنایت‌های جمهوری اسلامی سلاح‌های جدیدی رو داشته آزمایش می‌کرده، من مجموعه فیلم‌ها و ویدیوهایی رو دریافت کردم که یک سری اتفاقات عجیبی در شب این زلزله رخ داد که ویدیوهای خیلی عجیبیه، چیزهایی که فرستادن برای من و نشون میده که مردم از یک سری اتفاقات عجیب غریب، نورهای عجیبی که توی آسمون دیدن، و زلزله نور نداره، اونم اینجور نورهای عجیب و غریب رو، و درباره اینها فرستن. حالا هنوز داریم روش تحقیق میکنیم ببینیم چیه. اما بحث من امروز روی
مدیریت ریاکار و نالایقه. فاجعه اتفاق افتاده، اما خب این که همیشه همه جا پیش میاد، اصلا یکی از دلایلی که حکومت‌ها وجود دارن اینه که حکومت‌ها قراره خادمان مردم باشن، قراره مردم میان یک کسانی رو روی صندلی‌های قدرت میشونن برای اینکه یک جاهایی اگر احتیاج هست بتونه حکومت بیاد به مردم کمک بکنه، بتونه سازماندهی بکنه، هماهنگ بکنه، کمک‌ها رو بیاره برسونه. ولی وقتی ما مدیریت نالایق و ریاکار داریم که بدترین نوع مدیریت میتونه باشه، تنها چیزی که برای اینها مهم نیست اون کسانیه که دوچار فاجعه شدن. برای حکومت مهمه که فقط وجهه خودش رو بخواد حفظ بکنه و نگه داره. توی یکی دو هفته گذشته چیزی که ما شاهد بودیم از رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی، از رفتارهای سپاه پاسداران، از رفتارهای آخوندها این بود که تمام تلاششون رو دارن میکنن فقط وانمود بکنن که ما داریم یه کاری میکنیم. گزارش هایی که تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میکنه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دقیقا آدم رو میبره به فضای کره شمالی، تلویزیون کره شمالی، که آره اینجا همه چیز خوبه تو شرایطی که مردم ایرانیان کرد عزیز توی اون منطقه دارن میلرزن توی سرماهای سوزانی که شما شاید خیلی از اونهایی که خارج از کشور تو جاهای مختلف دنیا هستن و این مناطق ایران رو ندیدن، سرمای مناطق غرب و شمال غرب ایران، من اونجا زندگی کردم، دانشگاه رفتم و با سرمای شبهای پایان پاییز و آغاز زمستان اونجاها آشنایی دارم. مثل تیر تا مغز استخون آدم این سرماها میره. ویدیوهایی رو میبینید که عزیزانی میان از زن و بچه خودشون میگن که حتی یک چادر توقع زیادی ندارن، به یک چادر راضین، چادری که بتونن خانواده‌هاشون برن زیرش یکم از سرما نجات پیدا بکنن، به یک پتو راضین، به آب خوردن، به نون. مردم بی توقعی هن، غیور و بی توقع. اما این که انقدر رژیم جنایتکار باشه، انقدر کسانی که روی صندلی قدرت نشستن واقعا برای مردم، برایشون مردم مهم نباشه، که خامنه‌ای هر روز صبح بلند شه و خاویار خودش رو بخوره و همه فضای آرام براش فراهم باشه و بعد هم وقتی میخوان نمایش بدن یه عده آخونده بی خاصیت رو سوار هواپیماها بکنن، هواپیماهای نظامی، دیدید حتما تمام عکس‌ها و فیلم‌هاش رو دیدید، که خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک خوبی بودن برای اینکه همه اینها به مردم نشون داده بشه، که حالا بلبل قالیباف بره وایس اونجا و خوندی که دیگه شکمش رو نمیتونه زیر عباش قایم کنه، حتی وایس جلوی آوار عکس بگیره. جالبه بدونید عکس رو وقتی گذاشتم روی اینستاگرام خودم، اینستاگرامی که فهم کنم توی دو هفته گذشته، یه تشکری بکنم از ادمین های صفحات مختلف، صفحه سیاوش توی تلگرام @ امیر عباس فخرآور، صفحه اینستاگرام امیر نقطه فخرآور و همینطور صفحه فیسبوک، صفحات مختلفی که ادمین ها زحمتش رو دارن میکشن، بسیار فعال بود برای خبررسانی ها، برای رسوا کردن رژیم و به ویژه سپاه پاسداران، رفتارهای سپاه پاسداران و آخوندها. من وقتی عکس این آخوند آقای معروف به بلبل قالیباف رو بالا گذاشتم، از صفحه اینستاگرامی خود ایشون، شخصی ایشون، برای من یه دونه مسیج توی دایرکت فرستادن که یک سری ویدیوها رو نشون دادن که مثلا بله این آقای آخوند رفته اونجا فقط عکس نگرفته بود، اینا داشتن درخواست کمک از مردم میکردن. خب دیگه بدتر، ما که میدونیم رژیم با
کمک‌های مردمی چی کار میکنه. ما که میدونیم رژیم دیگه، همه میدونن رسواست این قضیه، اون صندوق‌های صدقه، پول‌هایی که درش ریخته میشه کجا داره میره و چه جوری توجیه میشه و کجاها داره مصرف میشه، و اگر در جاهای درستی مصرف میشد که نباید آخوندهای پاپتی یه لاغبایی که موقع انقلاب به قدرت رسیدن و هیچی نداشتن الان میلیاردرهایی باشن که حتی پولهاشون رو دیگه نمیتونن بشمارن و فرزندانشون را میرن برای تولد دوست دخترها و دوست پسرهای خودشون، بهشون لامبورگینی و مازراتی و اینها هدیه میدن و نباید اینجوری بوده باشه. احتمالاً این پولهای کمکهای مردمی جاهایی داره دزدیده میشه. حالا این دزدی‌ها یا دل دزدی نامردانه‌ای که زلزله منجیل رو یادمون هست، زلزله بم رو یادمون هست، اون زمان هم دنیا کمک‌های بسیار زیادی رو کرد، به ویژه صلیب سرخ جهانی و دولت ایالات متحده، دولت‌های غربی کمک‌های زیادی رو کردن. اما جالبه که چادرهایی که برای مردم فرستاده می‌شد، حتی چادرهای زیادی از ارتش ایالات متحده آمریکا فرستاده شده بود برای کمک به مردم زلزله زده، هیچ کدوم اونها بین مردم پخش نشد. سپاه پاسداران همه اونها رو دزدید اون زمان و برد بین توی بعدها تا سالها بعد، تا همین الان هم اگر برید توی فروشگاه‌های لوازم ورزشی فروشی لوکس شما میتونید ببینید چادرهای کمپینگی که مثلا اونجا داره فروخته میشه، آرم صلیب سرخ جهانی روش هست، آرم حتی دولت ایالات متحده آمریکا روش هست و اینها همون اجناسی هستند که برای زلزله زده ها فرستاده میشدن و رژیم اینها رو میدزدید، به جاش جنس های نامرغوب و به درد نخور چینی و تولیدات کارخانجات خود کسانی رو که با سپاه پاسداران در ارتباط هستن در واقع به خورد مردم میدادن، جنس های از جنس همین مسکن های مهری که ساختن برای مردم و براشون مهم نبود یک روزی روی سر مردم خراب میشه. خب همه اینها دیگه چیزهایی هستن که امروز نمیشه از مردم مخفی کرد، اینها همه رو دارن همه مردم دیگه میبینن. جالب اینجاست که توی فضای توی این سیاره مبارزان راه آزادی ما یک سکوتی رو شاهد هستیم. حالا اون کسانی که خودشون رو مبارز راه آزادی میدونن ولی واقعا نیستن، به اسم اپوزیشن توی این سالها بودن، یک بخشیشون که چپ ها من نمیدونم به چه دلیلی نمیخوان بپردازن، یک بخشی میترسن، یک بخشی اصلاح طلب ها نمیخوان هر چیزی که به نوعی بخواد بیاد سپاه پاسداران رو کوچیک بکنه، تحقیر بکنه، نمیخوان بهش بپردازن یا به نوعی حیثیت رژیم رو زیر سوال بخواد ببره چیزی، نمیخوان بهش بپردازن. و در قبال خب در مقابلش توی داخل ایران سلبریتی ها بسیار فعال بودن که برخیشون واقعا از جون و دل داشتن کمک میکردن، برخیشون که توی جلسات خدمت به خامنه ای حضور دارن همیشه، چفیه های فلسطینی تروریست ها رو به گردنشون میندازن توی دیدار هنرمندان با ولی فقیه و این حرف ها، بسته های آب رو توی ماشین خودشون میذاشتن، دوربین هم میگرفتن دادن، گفتن وقتی ما داریم آب یه دونه یه دونه برای مردم تقسیم میکنیم، کسانی که از همین مردم پول ساختن سرمایه‌دار شدن، حالا دور افتادن که این شکلی از فاجعه و مصیبت مردم برای خودشون پروفایل شبکه های اجتماعی خودشون رو بالاتر ببرن تعدادش رو. ام
یه چیزهایی هم این وسط ها توی شبکه های اجتماعی خب نمیتونن سانسور کنن، از دستشون در میره. دیشب ویدیویی از رامبد جوان گذاشتم روی اینستاگرامم، دوستان ادمین البته زحمت کشیدن که رامبد جوان داره با چند نفر از قربانیان صحبت میکنه. اینا فکر کردن شبکه های اجتماعی هم مثل همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر جاش که دوست داشته باشن میتونن اونجا رو سانسور بکنن بذارن کنار، و در حالی که حالا میتونید برید رو اینستاگرام من ببینید این ویدیو رو، عینکش رو داره جابجا میکنه رامبد جوان و یکی از این سوپاپ های اطمینان رژیم که سعی میکنه تو عمق خونریزی ها و جنایت های رژیم با خندوانه همه چیز رو خوب نشون بده که مردم حالا شوخی بگیریم، اب نداره سوارمون شدن، اب نداره حالا هر کاری میکنن اب نداره. و اینه که خودش رو جابجا میکنه، شروع میکنه خیلی با افتخار که بله از دو تا از عزیزان سنی کرد که حضور دارن میپرسه که آره یک میخواد، یعنی داره بهشون خط میده که آره یک سری شایعاتی رو دارن پخش میکنن که گویا مثلا دولت کمک نمیکنه به سنی ها، این رو بگید لطفاً که درست نیست. و اتفاقا اون دو عزیز شجاع هم برمیگردن میگن که نه اتفاقا سپاه پاسداران وقتی میفهمه ما سنی هستیم کمک ها رو به ما نمیده و به زور ما باید ازشون چند تا چادر بگیریم. ببینید تا کجا انسانیت حاکمان رژیم جمهوری اسلامی، سواران بر مرکب تروریست سپاه پاسداران، انسانیتشون تا کجا پایین اومده که وقتی یک خانواده ای توی سرما دارن یخ میزنن مقابل ویرانه خونه خودشون نشستن، خونه هایی که همین رژیم اومد پولش رو از همین مردم گرفت اما با مصالح بسیار بد بدون مهندسی اینها رو ساخت و این خونه ها رو سر همین مردم بیچاره خراب شد، حالا نشستن جلوی این خونه ها و وقتی میخوان بیان کمک هایی رو که مردم فرستادن توی راه، مسیر کمک های مردمی رو سپاه پاسداران جلوش رو میگیره، کمک های مردمی رو میاد میریزه توی ماشین هایی که ماشین های دولتی هستن مثلا، که ماشین های دولتی بیارن اینها رو پخش کنن، و وقتی میخوان بیان پخش کنن اول میپرسن آیا اکثریت مردم این دهکده ای که میخوایم الان کمک کنیم که تمام دهکده نابود شده آیا سنی ان یا شیعه ان، اگه سنی ان ندیم بهشون، اگر شیعه ان بهشون بدیم بی شرافتی تا کجا؟ ها چطوری اینا میتونن شب بخوابن؟ اینا همه میدونین برمیگرده به همون جایی که خیلی ها شاید جدی نمیگیرن خیلی از مسائل، برمیگرده به اون جایی که توی قانون اساسیشون وقتی میان مینویسن مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشریه، اینا از همون جا تکلیف خودشون رو روشن کردن که آقا ما در کشورمون فرست کلاس سیتیزن داریم، شهروند درجه یک داریم، سکند کلاس سیتیزن داریم، ثرد کلاس سیتیزن داریم، یعنی شهروندهای درجه یک کسایی هستن که شیعه اثناعشری هستن، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی دارن و حاضرن بیان امضا کنن، حاضرن بیان همینجوره در خدمت ولی فقیه باشن، و بقیه شهروندان درجه های چندم هستن که مهم نیستن چندان، نه فقط تو قانون اساسی جمهوری اسلامی. برگردید قانون اساسی مشروطه رو هم نگاه کنید، متمم قانون اساسی مشروطه همون اصل یک و دوش یه نگاه بکنید، اونجا هم همین فاضلابی که اینجا میبینیم توی قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجا هم میدیدیم که مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری است. خب یعنی بقیه همه دیگه شدن شهروندهای درجه چندم با همین یک عبارت، و اینجاست که توی مدیریت‌ها به خودشون اجازه میدن بیان این رفتارها رو بکنن. وقتی شیعه اثناعشری باشه، چند روز قبلش راهپیمایی اربعینه، میگن میلیون ها نفر را و اینها تونستن تو راه براشون کباب درست کردن و نمیدونم حتما شراب هم یواشکی درست کردن، که توی مسیر یک آمبولانس ها رو میدیدید ردیف 800 دستگاه آمبولانس توی مسیر صف کشیدن که اگر اتفاقی برای زائرین افتاد و مسیر پیاده روی بزرگ اربعین رو مثلا درست میکنن، اینا شیعه های اثناعشری هستن،
از کجا دارن رد میشن؟ درست از همین مسیری که مسیر زلزله است. و این ور توی ایران چون سنی هستن نباید بهشون برسیم. اون ور زلزله زدگان عراقی که اگر اشتباه نکنم 9 نفر کشته شدن، اینجوری که آمار خود جمهوری اسلامی داشت اعلام میکرد. حالا اینجا آمار رسمی رو همیشه تو اینجور چیزها هم اعلام نمی کنن. الان از 4-5 هزار کشته هم رد شده، اما همینجور جمهوری اسلامی نه میره کمک کنه از زیر آوار مردم رو بیرون بکشه، نه آمار رو اعلام میکنه. و توی عراقی که تو منطقه شیعه نشین عراق ما شاهد حضور گسترده تیم‌های پزشکی جمهوری اسلامی هستیم، هلال احمر اونجا حضور داره، بودجه های دولتی سنگینی داره گذاشته میشه براشون، بیمارستان، امکانات، همه چیز در اختیارشون قرار میگیره توی عراق، تو منطقه شیعه نشین عراق که همزمان خب زلزله ای زده هم این ور هم اون ور. این ور منطقه سنی نشین رو اصلا رژیم بهش توجه نمیکنه، اصلا برش مهم نیست. خب مردن که مردن، چرا اینها به عمر و عثمان و ابوبکر اعتقاد دارن و چرا شیعه اثناعشری نیستن؟ خب وقتی نیستن به درک مردن. این اعتقاد و منتالیتی رژیم جمهوری اسلامیه. وقتی شما ایدئولوژی رو میای اینجوری حاکم میکنی بر قانون اساسیت، بر تمام کشورت، بر تمام سیاستت، این اتفاق میفته. یکی از فقط ضررهای بزرگیه که داره. غیر از اون مدیریت ریاکار. بله تو مسیر 40 همه رسانه های رژیم، سرداران سپاه، همه اینها دارن نگاه میکنن. خب همه سعی میکنن خوشخدمتی خودشونو به مقام عظمای ولایتشون نشون بدن. اون بر کسی براش مهم نیست. برای من وقتی اخبار رو داشتم میخوندم یک خاطره‌ای تداعی شده بود. 7 مهر که من زندان بودم سال 1383 و پدرم توی سن 51 سالگی، خیلی جوان بود، تازه بازنشست شده بود از ارتش. یادم بنازی درباره ارتش هم بهتون بگم و فداکاری های ارتش. یادم یک شنبه برای ملاقات من اومده بود پدرم توی زندان اوین، سالن ملاقات رو جاش رو عوض کرده بودن و به این خانواده ها نگفتن، گفتن جای جدید رفته و اینا. هر 2 هفته یه بار سب میکردن تا بتونن بیان و ببینن عزیزان خودشون رو که زندانی هستن. پدرم اومد زندان، من رو اون روز ندید و برگشت خسته داغون. 2 روز بعد صبح 3 شنبه جای بیرون شهر کار داشتن، موقع توی ستارخان زندگی میکردیم، خیابون ستارخان، و پدرم میره پایین با برادرم امیر حسین، اتومبیل رو روشن میکنه ماشینش رو بعد و یه لحظه خاموش میکنه، میگه جاده های بیرون شهری امن نیستن، بذار من با اتوبوس شرکت واحد برم. برمیگرده بالا، سویچ رو میده دست خواهرم ستاره و میگه من با اتوبوس امروز میرم، اگر ماشین رو لازم داشتین ماشین اینجا هست، با اتوبوس میریم امن‌تره. سوار اتوبوس شرکت واحد میشه و اتوبوس شرکت واحد دولتی جمهوری اسلامی و همراه برادرم. وقتی سوار اتوبوس میشه به برادرم میگه که اون جلو میخواستن بشینن، میگه نه بریم وسط بشینیم اگه دفعه اتوبوس تصادف کنه فلان، بالا چیزهایی که معمولا تو این جور لحظه ها پیش میاد. و میان میشینن وسط، اتوبوس با سرعت زیاد حرکت میکنه، از پشت میکوبه به یک تریلی که بار آهن روش هست و آهن میبره اتوبوس رو، میاد وسط، راننده زنده میمونه اما میاد وسط و پدر من و 5 نفر دیگه، 6 نفر کشته میشن توی این تصادف هولناک. بار آهن، این ورقه های آهن میاد و دست پدرم رو قطع میکنه اما هنوز آویزون بوده به بدنش، میفته. اینا رو میارن از اتوبوس بعد پایین، 11 نفر مجروح، دست و پا قطعی، و تا 1 ساعت و 40 دقیقه بعد از حادثه
پدر من هنوز زنده است. در نهایت در اثر خونریزی شدید برای همیشه میره از پیش ما. توی خیابون همینجوری داره ازشون خون میره. مردم هرچی زنگ میزنن، این اتفاق ساعت حدود 7:30 صبح، 7:40 دقیقه صبح اتفاق میفته روز سه‌شنبه 7 مهر. هرچی زنگ میزنن مردم، کسی جوابگو نیست. به اورژانس زنگ میزنن، میگن ما آمبولانس نداریم. به هلیکوپتر امداد زنگ میزنن، میگن هلیکوپتر امداد قطعه نداره، نمیتونه پرواز کنه. خب یک همچین تصادفی 6 نفر کشته میده، 11 نفر مجروح دست و پا قطعی میده، وقت هیچ امکان امدادی وجود نداره. تا 1.5 ساعت بعد از تصادف هیچ نیروی کمکی امدادی نمیرسه. در نهایت مردم میان میندازن مجروحین و کشته ها رو پشت وانت روی همدیگه، با وانت اینا رو میبرن بیمارستان، نزدیکترین بیمارستان های اطراف. و برادرم ضربه مغزی میشه توی همین تصادف و پدرم هم کشته میشه. وقتی بیمارستان میرسن دکتر میگه اگر 20 دقیقه زودتر تونسته بودن برسونن میتونستن نجاتش بدن پدرم رو، ولی خونریزی دیگه تمام خون بدنش رفته بود. حالا میدونید آمبولانس ها کجا بودن؟ هلیکوپتر امداد کجا بود؟ روز 7 مهر تقویم هاتون رو چک کنید. 7 مهر در تقویم جمهوری اسلامی روز امداد و نجاته. تمام پایگاه های امداد و نجات توی تهران برای اینکه شهردار تهران بیاد سان ببینه از اونها، همه اینها تو وضعیت آماده باش قرار گرفته بودن. آماده باش یعنی چی؟ همه آمبولانس ها رو شسته بودن، داده بودن کارواش، خیلی شیک تمیز، شیشه ها برق میزد، بدنه ها برق میزد، ردیف پارک کرده بودن کنار هم دیگه که آقای شهردار، یادتون هست اسم شهردار کی بود؟ شهاب شهابی نوشت اسمش رو، شهردار احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، شهردار تهران، میخواست بیاد برای بازدید از این آمبولانس ها. هلیکوپتر امداد کجا بود؟ در روزی که این حادثه اتفاق افتاده، روز امداد و نجات، قرار مراسم آکروبات از هلیکوپتر امداد انجام بشه و یک تیمی از این امدادگران مثلا به شهردار نشون بدن چجوری میتونن آکروبات بازی بکنن، از روی آمبولانس مثلا برن با از پله های هلیکوپتر برن بالا و این چیزها رو به شهردار وایسن نشون بدن. مدیریت ریاکار و نالایق. خب گروه های امداد و نجات توی امریکا، توی خیلی از کشورهای دموکراتیک دنیا عمدتاً از داوطلبان هستن، این کسانی که خودشون شغل خودشون رو هم دارن اما برای کمک به مردم داوطلب هم میشن و میان. و یکی از کارهایی که اتفاقاً خیلی توی جامعه هم خیلی ارزش و اعتبار و احترام داره، اینا افرادی هستن که آتش نشان ها میان و همیشه خطر رو میخرن برای خودشون، جونشون رو به خطر میندازن که برن مردم رو توی فاجعه ها نجات بدن و بیشتر هم داوطلب هستن، حقوقی دریافت نمی کنن برای کارهایی که می کنن. اما تصور بکنید رژیم جمهوری اسلامی طوری داره بار میاره کسانی رو که نون خون رو داره میده بهشون، حقوقهای جمهوری اسلامی رو دارن دریافت می کنن و عناوین امداد و نجات برای خودشون می گیرن. حاضر نبودن یکی از این آمبولانس ها رو توی روز امداد و نجات از توی خط ردیفی که چیدن بیرون بکشن که وقتی احمدی نژاد میاد سام میبینه جای آمبولانس مثلا اونجا خالی باشه. حاضر نشدن یک دونه از این آمبولانس ها رو بفرستن یا مراسم آکروبات بازی هلیکوپتر امداد رو کنسل بکنن که برن جون آدم ها رو نجات بدن، چون براشون مهم نیست، براشون مهم نیست ما چی از دست دادیم. و خب حالا این رو بیاید به روی فاجعه های طبیعی بهش نگاه بکنید. همین سیستم مدیریت ریاکار و نالایق،
همین سیستمه که الان هم برای راهپیمایی اربعین که 3-4 روز قبل از همین فاجعه بزرگ اتفاق افتاده، برای اون ردیف میکنن آمبولانس ها رو، همه جور کمکی هست، همه جور حمایتی هست. اما وقتی که یک فاجعه واقعی رخ میده، یعنی شرم به همه اونهایی که توی این پیاده روی های اربعین مربعین و این سیرک های ساختگی رژیم جمهوری اسلامی شرکت میکنن، کسانی که میرن به یاد این که ای وای یک سری افسانه های تاریخی که براشون ساخته شده، که آی میدونید رقیه چه بلایی سرش اومد، میدونید علی اصغر چی شد، علی اصغر تو قنداق بود یه دفعه اون حنظله نامرد بلند شد با تیر اومد زد، تیر اومد خورد به گلوش فلان شد، اون یکی رفت تفنال مسلم که اصلا وجود خارجی ندارن اونها رو سر بریدن انداختن توی چاه، اون یکی اینجوری شد. یک سری قصه هایی که کی میسازه این قصه ها رو؟ همین آخوندهایی که ما قصه ساختن های آخوندها رو میبینیم. من خیلی وقتا این ویدیوها رو میذارم روی صفحه های شبکه های اجتماعی، بعضی ها میپرسن چرا میگم، میخوام ببینید کیان اینا، اینا چجوری قصه میسازن برای شما که آخوندها میان تعریف میکنن بله در فلان جا فلان امام، امام نمیدونم هفتم امام مثلا اومد یک خاکی رو برداشت تف کرد توش و این خاک رو کرد یک شتر خاکی، ازش ساخت شتر گلی، فوت کرد شتر شد سوار شد رفت نمیدونم فلانجا، یا اون یکی اومد نمیدونم عموی پیامبر سر نیزشو زد زیر خانه خدا، خانه خدا رو بلند کرد و برد نمیدونم فهوا یک، یعنی وقتی آدم به حرفای آخوندها نگاه میکنه، به افسانه سازی هاشون، به قصه پردازی هاشون نگاه میکنه، بیشتر از هر چیزی شما میتونید اینکه این ذهن اینها اصلا با منطق، با ریاضیات، با فیزیک اصلا آشنایی نداره و خیلی از مسائل علمی جهان را اصلا نمیفهمن. بهره های هوشی در حد بسیار بسیار پایین. کسایی که اصلا میتونن اینجور قصه ها رو بیان، انگار مثلا یه بچه 2 ساله مثلا نشسته، این دابسمشا هست که دختر کوچیکه داره با مادرش صحبت میکنه که میگه چه جوری به دنیا اومدی، مادر ازش میپرسه میگه تو منو خوردی، حتما دیدید همتون دابسمش رو، میگه منو خوردی بعد نمیدونم فلان شد بعد من بیرون اومدم و دقیقاً قصه بافتن های افسانه‌ای آخوندها شبیه همین قصه هایی که بچه های 2-3 ساله، چون مغز بچه های 2-3 ساله هنوز نمیکشه، هنوز ریاضیات و فیزیک رو نمیفهمه، علم رو درک نمیکنه. حالا فکر کنید این آدم ها میان برای ما افسانه علی اصغر میسازن و رقیه و طفلان مسلم و اینها، یه عده لات و لوت و اوباش هم میشینن سینه چاک میدن، قمه میزنن، تیکه پاره میکنن خودشونو که ای وای 1300-400 سال پیش دیدید حنظله نامرد چه تیری زده. خب الوات اون که 1400 سال الان چشم دارید آیا ببینید که بچه ها و بچه های 2-3 ساله واقعی توی این سرماها زیر این آوارها چه بلایی داره سرشون میاد؟ براتون مهم هست؟ یا سپاه پاسداران براش مهم هست که فرمانده سپاه بیاد مثلا تلفن رو الکی بگیره، تلفن روش معلومه تلفن به جای زنگ نزده، داره با یکی صحبت میکنه آره یادته در دوران جنگ فلان بود ما اون منطقه اومده بودیم اونجوری بود، که نشون بدن مثلا سپاه پاسداران داره یه حرکتی میکنه که به اندازه کافی و وافی هم آبروشون رفت سر همین ماجرا، سر ماجراهایی که توی این فاجعه پیش اومد. اما در کنارش بذارید تشکر بکنیم از ارتش، از لحظات اول که این فاجعه اتفاق افتاد ارتشی ها در کنار مردم حضور داشتند. ارتشی هایی که اگه یادتون باشه همیشه بهتون میگفتم ارتش از جنس سپاه نیست، ارتش از جنس مردمه. درسته فرماندهان ارتش رو اومدن از فرماندهان سپاه، فرماندهان که چرسنم، سپاه که دیسیپلین نظامی نداره که، یه دست سپاهی های مزدور رو گذاشتن سر ارتش، اما بدنه ارتش، ارتش مردمی باقی مونده هنوز، همون ارتشی که توی 18 تیر سال 78 وقتی سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه پاسداران نامه می نوشتن برای خونریزی بزرگ، آقای قالیباف، جعفری و همه اینهایی که ما این روزها می بینیم همه اسمشون توی اون امضا کنندگان اون نامه بود، همون موقع اخطار سنگینی رو از طرف ارتش دریافت کردن که سپاهی ها حواستون باشه
اگر بخواید برید پاتون از گلیمتون بیش از این دراز بکنید توی خیابون علیه بچه‌های ایران، مطمئن باشید ارتش میاد جلوتون تو خیابون وای میسته. ما ارتش رو تو جاهای مختلف دیدیم که اومد و جلوی سپاه و زیاد روی های سپاه موضع گرفت. صحبت های سردار رستمی رو شنیدید حتما که با حسین درباشی صحبت میکرد و درباره پایگاه هوایی شیراز توضیح میداد که چطور بین ارتش و سپاه حتی تیراندازی اتفاق افتاد. من اون زمان خودم تو همون پایگاه هوایی شیراز بودم، خانواده ما اونجا زندگی میکردن اصلا، و این حادثه رو ما از اون موقع یادمون بود که سپاه پاسداران اومده بود یک منطقه از باند فرودگاه پایگاه هفتم شکاری رو توی شیراز، پایگاه ارتش رو میخواست مال خودش بکنه، اشغال کرده بودن، الان میخواستن از فنس ها رد بشن و ارتش مقابلشون ایستاد و حتی سپاه دستور شلیک به سربازان ارتش رو دادن و یکی از سربازان ارتش تو اون حادثه کشته شد. سال فکر میکنم 71 اون موقع ها بود، من دبیرستانی بودم توی شیراز و ما این چیزها رو اون موقع دیده بودیم. حالا الان توی این مصاحبه ویژه‌ای که اتفاقا بعد از این مصاحبه بود که مجموعه مصاحبه های حسین دهباشی رو به طور کامل تعطیل کردن، چون این فرمانده شجاع ارتش بحث های زیادی رو مطرح کرد، دروغ های زیادی از رژیم رو افشا کرد، از جمله ماجرای حمله ناو هواپیمابر وینسنت آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی رو که توضیح داد چطور در واقع سپاه پاسداران مقصر این قضیه بود و چطور اومده بودن توی لاین اپی که خب هواپیما وقتی میخوان از باند فرودگاه پرواز بکنن باید به رادار بین المللی، مخصوصا هواپیمایی که داره میره توی آبهای بین المللی تو آسمان بین المللی باید اعلام بکنن و رادارهای سیستم ناوبری بین المللی باید هماهنگ باشه که بدونن خب اگر هواپیمای دیگه از جای دیگه قرار از اون مسیر رد شه این هواپیماها به هم برخورد نکنن. اما سپاه پاسداران که آشنایی با هیچ کدوم از این مسائل در واقع نداشت میاد و قرار بر این بود یه چند تا پروازی رو که اون زمان داشتن انجام میدادن، یه از جمله پروازهایی که پروازهای نظامی بود که سپاه پاسداران داشت تحریک میکرد اون زمان، ناوهای هواپیمابر آمریکایی رو توی منطقه خلیج فارس توی آبهای آزاد البته داشت اینها رو تحریک میکرد و پروازهایی رو بالای این ناوهای پروازهای نظامی رو بالای این ناوهای هواپیمابر ترتیب داده بودن. سپاه پاسداران یک هواپیمای نظامی رو تو لاین گذاشته بود که پرواز بکنه اون زمان، سال 68 بود اگر اشتباه نکنم 67-68، و آخرین لحظه بدون اینکه اعلام بکنن به اون سیستم ناوبری بین المللی اعلام بکنن که دیگه هواپیمای نظامی رو از روی باند خارج کردیم و الان یک هواپیمای مسافربری اومده، چون مشترک سپاه پاسداران اومده بود از باند هواپیمای مسافربری استفاده میکرد برای پروازهای خودش، برای پروازهای تحریک کننده خودش تو منطقه، و به این شکل هواپیمای نظامی رو خارج کردن به جاش هواپیمای مسافربری گذاشتن. سیستم ناوبری بین المللی این هواپیمای مسافربری رو به عنوان هواپیمای مسافربری دریافت نکرده بود، به عنوان اون هواپیمای نظامی که قراره بپره دریافت کرده بود، و وقتی دیده بود این هواپیمای نظامی داره میاد بالای ناو هواپیمابر و ناو هواپیمابر رو در تیررس خودش حالا قرار داده میتونه شلیک کنه بهش، برای این بود که به این هواپیما به عنوان یک هواپیمای نظامی شلیک کردن نه به عنوان یک هواپیمای مسافربری، و این اشتباه مسلم سپاه پاسداران بود که انقدر نمیفهمیدن که ناوبری بین المللی یعنی چی، و وقتی شما میخوای وارد آبهای آزاد بشی باید به دنیا اعلام بکنی که ما داریم میایم، شما اگر هواپیمای دیگه ای تو این مسیر دارید لطفا به ما خبر بدید که هواپیماها با هم برخورد نکنن. و این رو حالا این فرمانده شجاع ارتش میاد عنوان میکنه و به همراه بقیه مسائلی که میگه درباره حادثه طبس و مسائل مختلف که باعث میشه برنامه های حسین دهباشی رو به طور کامل میبندن. خب درگیری های سپاه و ارتش همیشه وجود داشته. حالا ما در حین اینکه از خیانت های سپاه میگیم از ارتش هم باید تقدیر بکنیم، و اتفاقا یک نقطه مثبت بزرگیه روی صحبت من با اون کسایی در اپوزیشن که به دنبال بخشیدن سپاه پاسداران هستند و به دنبال
کمپین کردن برای اینکه سپاه پاسداران رو آقا چرا میذارید تو لیست ترور، نکنید، تحریم نکنید. اون کسی که بعد ازش حمایت بکنن سپاه پاسداران نیست، سپاه پاسداران یک گروه هک تروریستیه، باید از ارتش حمایت بکنن و در انتظار حمایت ارتش از مردم باشن. گفتیم ارتش ظرف چند روز گذشته رابرت موگابه که تقریبا سن الان 93 سالشه و از جمله رهبران انقلابی که با حمایت شوروی ها روی کار اومد، سن در قدرت سوار بودنش با سن در قدرت سوار بودن خامنه ای تقریبا برابر، دوستان نزدیکی هم با هم دیگه هستن و حاضر نبود از قدرت کنار بره. تا 93 سالگی تا مرگ لبه گور ایستاده، همچنان به جنایت مشغوله. بلایی به سر واحد پول کشورش آورد که دیگه توی سد آشغال ها میشه پیداش کرد، بسته های بزرگ پول رو. حالا ارتش علیه موگابه میاد بالاخره کودتا میکنه و دستگیرش میکنن و وادارش کردن که از قدرت کنار بره. اگر قراره به جایی نگاه بکنیم، به نیروی مردمی نگاه بکنیم، به ارتش، من سالها در این مورد گفتم، پیشگو نیستم، من توی ارتش زندگی کردم، پدر من، پدر نازنینم ارتشی بود، نیروی هوایی ارتش، و کاملا با بدنه ارتش آشنایی دارم و میدونم که این ارتش هیچ وقت زانو نزد در برابر رژیم و میدونم درجه نفرت ارتش رو از سپاه تروریست و خیانتکار. مردم هم خوب درک میکنن، حتی مردم زلزله زده وقتی که روحانی، جالب همیشه وقتی یک فاجعه پیش میاد مسئولین کشور تو هر کجای دنیا میرن تو دل مردم، میرن مردم رو بغل میکنن، باشون حرف میزنن رو در رو. توی همین سیل این منطقه تکساس، جنوب تکساس، همه شما شاهد بودید، 12 میلیون نفر دوچار این فاجعه بزرگ شدن. سه ماه الان از قضیه گذشته، تقریبا بازسازی ها انجام شده همه جا، بلا فاصله بعد از اینکه طوفان و سیل سنگین اتفاق افتاد ما شاهد حضور رئیس جمهور ایالات متحده بودیم، چندین بار اومد به منطقه با خانواده خودش، رفت با مردم مستقیم صحبت کرد، سوار ماشین های ضد گوله مثل آقای روحانی نشد که ماشین ضد گوله تا خرخرش همینجوری پوشیده باشه بعد و یه بلنگو بگیره دست از راه دور با مردم صحبت کنه و بگه ما جا داره تقدیر بکنیم از برادران ارتش و سپاه، اسم سپاه رو که بیاره داد همه مردم بلند چه که فقط ارتش. حتما ویدیوهاش رو دیدید روی صفحه اینستاگرام من، میتونید ببینید اگر این ویدیو رو ندیدید، که دفعه شعارهای مردم که فقط ارتش، فقط ارتش، الکی سپاه رو قاطی نکن، خرخره خودش رو توی حفاظ ضد گلوله آقای روحانی مخفی میکنه، برای اینکه آخوندها میدونن که دست مردم بهشون برسه چه بلایی به سرشون میاد، مخصوصا مردمی که اینجوری به خاطر بیلیاقتی و مدیریت ریاکار حکومتی، این مردم چش ندارن اینها رو ببینن، چیزی برای از دست دادن ندارن دیگه، چی میخوان از دست بدن؟ همه چیزشون رفت. بعد از سیل بزرگی که توی این منطقه اتفاق افتاد، دولت وضعیت ایمرجنسی اعلام کرد، ظرف 2 هفته پولهای نقد به حساب تمام مردمی که دوچار بحران شده بودن ریخته شد از طرف دولت، پول نقد ریختن برای اینکه بازسازی رو انجام بدن و بلافاصله مردم بازسازی ها رو شروع کردن، دولت اومد مستقیم وایساد نظارت کرد، خیلی سریع همه چیز ها. الان اگر برید توی این منطقه اصلا باورتون نمیشه، این منطقه همون منطقه‌ای که 3 ماه پیش تماما زیر آب بود. یک نگاهی به بم بندازید، چند سال از زلزله گذشته، رودبار منجیل یک نگاهی بندازید،
حالا همین فاجعه رو که الان اتفاق افتاده نگاه کنید ببینید، وقتی یک مدیریت کارآمد عاقل روی کار باشه، که همه چیز سر جای خودش باشه، که متخصصین در جای خودشون بشینن، چرا ما طرفدار یک حکومت دموکراتیک و آزاد هستیم؟ چون تو حکومت‌های دموکراتیک و آزاد دیگه رانت‌خواری‌ها همه جا وجود داره البته، ولی سیستماتیک نمیشه، که فقط شما باید فرزندان آقازاده‌ها باشید تا بتونید برید یک جایی یک چیزی رو به دست بگیرید. بعد لیاقت خودتون رو هم نشون بدید. اگر قراره برید برای مردم خانه‌های سازمانی بسازید، باید واقعا این کاره باشید، نه اینکه فقط یک عده دزد بی هنر باشید که برید پول‌ها رو هم از مردم بگیرید و بدون مهندسی با بدترین نوع مصالح خونه‌هایی رو بسازید که با کمترین تکونی روی سر مردم خراب میشه. مدیریت عاقل جون مردم رو میتونه نجات بده. مدیریت ایدئولوژیکی که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره فقط بر پایه درجه ریاکاری شما چون به شما ترفیع میده. اما تو کشورهای آزاد و دموکراتیک شما باید واقعا لیاقت ترفیع رو داشته باشید تا ترفیع رو دریافت بکنید و بعد این لیاقت رو نشون بدید. بریم سر ماجرای عربستان. همه شما تو اخبار دارید میشنوید حجم بزرگی از دستگیری‌های شاهزاده‌های عربستان رو. ظرف چند روز آینده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، پسر پادشاه فعلی، پادشاه جدید عربستان خواهد بود و تاج پادشاهی از طرف پدر بهش منتقل میشه. خب بسیاری بر این باورن که این ولیعهد که بسیار هم مقتدره، روابط خیلی خوبی هم با اسرائیل داره، بسیار بسیار خوب، یعنی این که ما امروز شاهد همکاری بسیار نزدیک عربستان و اسرائیل هستیم به خاطر این جنمیه که این شاهزاده عربستانی از خودش داره نشون میده. حقوق زنان رو برقرار کرده، بسیاری از حقوق‌های اجتماعی رو که داده نمی‌شد به مردم عربستان اونها رو داره میاد براشون برقرار می‌کنه، داره عربستان رو به یک لول دیگه‌ای می‌بره و خیلی از مشکلات منطقه‌ای رو هم داره سعی می‌کنه حل بکنه و حالا هم پدر خودش رو وادار کرده که کنار بکشه چون می‌خواد قدرت مطلق باشه. حتی دیشب و امروز خبر دستگیری تعداد زیادی از فرماندهان ارتشیه، فرماندهان در واقع ارتش عربستان رو صادر کرد و شرایط رو داره فراهم میکنه برای اینکه خیلی از گره های کوری رو که توی این منطقه باقی مونده بود اونها رو بتونه باز بکنه. مشکل حزب الله رو که نزدیک 14 هست الان داره آزار میده دنیا رو، حزب الله لبنان مشکل اون رو میخواد حل بکنه و حضور سعد حریری توی عربستان وقتی که استعفای خودش رو اعلام میکنه دقیقا نشون دهنده این قضیه است. بعد حزب الله لبنان اومد اعلام کرد و رژیم جمهوری اسلامی گفتن که بله سعد حریری توسط عربستان بازداشت شده در حبس خانگیه، که سعد حریری هم ساعتی پیش به فرانسه رفت به دعوت رئیس جمهور فرانسه و در کاخ الیزه با مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار داشت که نشون داد عربستان دستگیرش هم نکرده بوده. و حالا شاهد هستیم که فرانسه پاوسط گذاشته، عربستان پاوسط گذاشته و جمهوری اسلامی هم خیلی شاکی از این بابت، حتی پیام فرستاده، اخطاری فرستاده برای رئیس جمهور فرانسه که در قائله بین عربستان و رژیم جمهوری اسلامی حق نداری سمت عربستان رو بگیری، چون رژیم هم ترسیده. خب رژیم باید یه چیزی رو میفهمید، اینا اگر معادلات بین المللی رو میفهمیدن بعد از جنگ جهانی
اول لبنان و سوریه هر دو از نقاطی بودند که به فرانسه سپرده شده بودند و فرانسوی ها ید طولایی توی این دو کشور به ویژه دارن که حالا هر دوی اینها رژیم جمهوری اسلامی و روسیه دست به دست همدیگه اومده بودن تا اینها رو مال خودشون بکنن. و اگر یک ذره شعور در بین سیاستمداران رژیم جمهوری اسلامی وجود داشت که نداره، میفهمیدن که هر چقدر هم که فرانسه بیاد برای اونها قسم حضرت عباس بخوره که نه ما کاری نداریم، ما نمیخوایم تحریک کنیم شما رو، در واقع فرانسه داره میره جولانگاه خودش رو پس بگیره. ما مطمئنن شاهد یک درگیری بزرگ توی منطقه خواهیم بود، به زودی شاهد خواهید بود که حزب الله لبنان با نیروهای شاید ائتلاف عربستان و اسرائیل درگیر میشه و این بازوی تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو سعی میکنن که قطعش کنن، چون واقعا مثل یک قده سرطانی در حال رشد سریع در لبنان عمل کرد و حالا دیگه به همه کشورهای دنیا داره متاستاز میده. و اقدامات استعفای سعد حریری، حضورش در عربستان و حالا رفتنش به فرانسه، همه اینها نشون دهنده این قضیه است. به قدرت رسیدن محمد بن سلمان به عنوان پادشاه عربستان سرعت تحولات رو بسیار بسیار بیشتر خواهد کرد. این شاهزاده سعودی در قامت شاهزادگی تمام این اقدامات رو صورت داد و حالا از چند روز آینده، شاید کمتر از یک هفته دیگه، احتمالاً 5 روز دیگه این اتفاق خواهد افتاد، وقتی که تاجگذاری بکنه به عنوان پادشاه جدید عربستان، شاهد سرعت بسیار بسیار بیشتر تحولات خواهید بود توی منطقه. رژیم جمهوری اسلامی داره به سمت جنگ میبره ایران رو و البته که دولت عربستان هم اعلام کرده طرف متخاصم برای عربستانی ها مردم ایران نیستن، رژیم جمهوری اسلامیه و بارها و بارها روی این تأکید کردن و اعلام کردن حاضرن در کنار مردم ایران بایستن، همونجوری که دولت اسرائیل این رو اعلام کرد، همونجوری که دولت امریکا اعلام کرد. بعضی به بعضی از ماها بر میخوره آقا خارجی ها چه حقی دارن؟ خارجی ها بر کشور شما حاکم هستن، بر کشور ما حاکم هستن. خارجی های اشغالگر متجاوز دزد آدم کش بر کشور ما حاکمن از 1357. برادران عراقی لاریجانی، خامنه ای عراقی، شاهرودی عراقی و همه عراقی های دیگر و لبنانی های دیگر، اینها بر کشور ما حاکمن. تروریست هایی که ایران ما رو اشغال کردن و با دستگاه های شستشوی مغزی خودشون به همه ما قبولوندن که حقشونه، سرزمینشونه، باید داشته باشن، باید شیعه 12 امامی خودشونو بیان حاکم بکنن و به خاطر اینکه امام زمان یواشکی در پشتی پرده ای اومد یه پرچمی رو داد دست آقای خامنه ای وایسن این کارها رو بکنن، اون پرده ای که با کمک کتاب رفیق آیت الله اون پرده رو براتون کنار زدم که ببینید همونجوری که تو مقدمه کتاب رفیق آیت الله نوشتم که خامنه ای پرچم ولایت رو از دست امام زمان تحویل نگرفت، بلکه پوشه‌ای بود که یوری آندروپوف رئیس کاگبه سازمان امنیت مخوف و جنایتکار شوروی زیر بغل خامنه ای گذاشت و مزدوران اطراف خامنه ای که برید ایران بزرگ رو ویران کنید تا به زیر یوغ ما شوروی ها در بیاد و این کار رو کردن. اگر یوری آندروپوف امام زمانه که بله، خامنه ای پرچم رو از دست امام زمان گرفته، ولی یوری آندروپوف رهبر، یعنی در واقع رئیس کاگبه سازمان امنیت شوروی بود که بعدا هم رهبر شوروی شد.
یک نگاهی بندازیم به تحولات داخل آمریکا و من بعدش میرم سراغ شما عزیزان که شما رو بیارم روی خط که صحبت‌های شما عزیزان رو بشنوم. ممنون از همه عزیزانی که جنبش هشتگ جنبش قانون اساسی رو بالا گذاشتن. امیر حسین راد میبینم میالان هشتگ رو گذاشت و همینطور همه عزیزان، سپاس از شما. آخرین نکته رو بگم و بعد میرم که شما عزیزان رو روی خط داشته باشم. ممنون از علی جوزی عزیز که یادآوری کرد به ما برای شیر کردن. لطفاً عزیزانی که با ما همراه هستید این ویدیو رو الان شیر بکنید، بازنشر بدید روی صفحات فیسبوک خودتون تا ما دوستان بیشتری رو بتونیم با خودمون همراه داشته باشیم و دوستانتون رو دعوت بکنید که این صفحه فیسبوک امیر عباس فخرآور رو لایک بکنن. تمام لایک هایی که میبینید توی صفحات شبکه‌های اجتماعی که مربوط به من و کنگره ملی ایرانیان هست واقعیه و ما هیچ لایکی رو نخریدیم، مثل خیلی های دیگه در اپوزیشن که میرن لایک میخرن 40,000 تا 50,000 تا و اضافه میکنن به خودشون، لایک هایی که کوچکترین ارزشی هم نداره ولی از حجم بالای عزیزانی که حضور دارن همیشه در برنامه های ما میتونید کاملا متوجه بشید که لایک هایی که اینجا میبینید واقعیه. شیر کردن رو لطفا فراموش نکنید. مهرداد غلامی عزیز ممنون از هشتگ جنبش قانون اساسی. همینجور پارسو ماه و محسن امرت، نمیتونم دقیقا همه اسما رو درست چون نمی نویسن نمیتونم بخونم. درباره رسوایی های اخلاقی داخل خاک ایالات متحده آمریکا، خب این همیشه اینجا وجود داشت اما سرعتش یک مقدار زیاد شده در ماه های اخیر، بعد از اینکه حدود فکر کنم یک ماه و نیم پیش یکی از غول‌های، یعنی میشه گفت بزرگترین غول هالیوود که از کسانی بود که خب بسیاری از فیلم‌های بزرگ رو اسپانسر شده بود و هاروی واینستاین، یک گزارشی بیرون میاد توسط یک روزنامه‌نگاری که این آدم با خیلی از خانوم هایی که توی هالیوود دختر خانوم های نوجوان و جوونی که می اومدن به هوای این که توی هالیوود ستاره بشن با اینها ارتباط جنسی به زور برقرار می کرده تا به اینها نقشی رو در یک فیلم مهم بده. و بعد از اینکه این گزارش بیرون میاد، اول خب چون هاروی واینستاین از طرفداران پروپاگورس کلینتون ها بود و اوباما و دموکرات ها، یکی از یعنی ستون فقرات حزب دموکرات آمریکا در هالیوود به حساب می اومد، کمک های بسیار زیادی رو به اینها کرده بود، حالا غیر از فیلم هایی که دائم می سازن در کوبیدن جمهوری خواهان و در حمایت دموکرات ها، غیر از اون حتی کمک های مالی سنگین، فان ریزینگ های بسیار بزرگ که برای اینها می زاشت. و وقتی گزارش می خواست منتشر بشه، نیویورک تایمز که یکی از ارگان‌های رسانه‌ای بزرگ جریان چپ آمریکایی و دموکرات‌ها هست، نیویورک تایمز این گزارش رو حاضر نشد منتشر بکنه. این گزارش سال‌ها بود آماده شده بود. در نهایت نشریه دیگه، یکی از مجلات این گزارش رو منتشر می‌کنه، اما مثل یک بمب خبری منفجر میشه وقتی که کسایی مثل آنجلینا جولی وسط میان و میگن بله این اتفاق افتاده و هاروی واینستاین به اینها تجاوز کرده اون موقعی که اینها می‌خواستن نقشی رو توی فیلم‌ها بگیرن. و بسیاری دیگه از چهره ها وسط اومدن، ده ها چهره سرشناس هالیوودی وسط اومدن و این قضیه رو مطرح کردن. در آغاز هاروی واینستاین خواست فقط از روی قضیه رد بشه، اول گفت درست نیست، بعد دید تعداد شاکی‌ها داره خیلی زیاد میشه، اومد عذرخواهی کرد، اما دیگه بعد نتونستن به هیچ وجه قضیه رو کنترل بکنن و مجبور شد استعفا بده از شرکت واینستاین که خودش هستن و برادرش تأسیس کرده بودن. برادرش هم بعدن دستگیر شد بعد که فهمیدن اینها فیلم های پورنوگرافی کودکان رو می ساختن و بورد کمپانیش تصمیم گرفتن اصلا اخراجش بکنن از کمپانی و بعد حتی اسم کمپانی رو عوض بکنن. و بعد از اون ما شاهد بودیم که بسیار دیگر از چهره های هالیوودی هم یه دفعه اسمشون وسط اومد، همه اونهایی که اتفاقا متعلق به جریان دموکرات هستن،
کوین اسپیسی وسط اومد اسمش و خیلی های دیگه که اینها هم به زور با دختران و پسران روابط جنسی رو برقرار کرده بودن. بعد این قضایی اومد کشید به سیاست مداران و الان تقریبا تمام جامعه آمریکایی رو دیگه فرا گرفته. همه کسانی که به نوعی در قدرت هستن، حالا چه توی هنر، چه توی ورزش، چه توی رشته های مختلف، یکی از کسایی که خیلی چطور بگم غریب بود برای خود من که حالا اینو بذارید توی یه ویدیوی دیگه میخوام مفصل دربارش صحبت بکنم، درباره تیم ژیمناستیک آمریکا. ویدیویی هست که میخوام دستگاه کامپیوتر باشه نشونتون بدم، با هم ببینیم و همزمان که میبینیم نشون بدم بهتون. میتونم البته اینجا هم نشونش بدم، بذارید حالا وقتی که دوستان رو میارم روی خط احتمالاً اون موقع بتونم این کار رو انجام بدم و همزمان روی تصویر هم ببینید و دربارش صحبت بکنیم. اما سیاستمداران رو میگفتم که کشید به اینها. من چند هفته پیشه که خاطرتون باشه درباره انتخابات آلاباما باهاتون صحبت کرده بودم، صندلی سناتور آلاباما جف سشن، دوست بسیار خوبم که الان اترنی جنرال آمریکاست، دادستان کل ایالات متحده آمریکا در دولت پرزیدنت ترامپ هست. سناتور جف سشن همون سناتوریه که در آغاز تشکیل کنگره ملی ایرانیان در کنار ما حضور داشت و در کنار سایر سناتورها و حتی ویدیوی تصویری حمایتش رو از تشکیل کنگره ملی ایرانیان روی سایت کنگره ملی ایرانیان میتونید ببینید و خب الان یکی از قدرتمندترین جایگاه ها رو در دولت ایالات متحده آمریکا داره جف سشن. وقتی صندلیش توی سنا خالی شد، انتخابات ویژه‌ای برای پر کردن اون صندلی برگزار شد توی ایالت آلاباما و خب یک سری درگیری های داخلی توی داخل ادمنستریشن به وجود اومده که در نهایت کاندیدایی که مورد حمایت محافظه‌کاران آمریکایی هست، جمهوری خواهان محافظه‌کار قاضی روی مور، انتخابات میان دوره‌ای میشه گفت درون حزبی رو میبره، درون حزبی حزب جمهوری خواه رو، و میاد برای انتخاباتی که قراره چند تا دو هفته دیگه، انتخاباتی که قراره در آلاباما برگزار بشه و بین یک نماینده از جمهوری خواه ها که روی مور هست و نماینده دموکرات ها. اما پرونده بیرون کشیده میشه مربوط به 40 سال پیش که وقتی که ایشون 31-32 ساله بوده، الان حدود 72-73 سال سن داره، که 40 سال پیش ایشون در سن 31-32 سالگی با یک دختر 17 ساله رو نمیدونم بوسیده بود و توی ایالات متحده آمریکا یکی از جرم‌های نابخشودنی اینه که با کسانی که کمتر از 18 سال سن دارن شما ارتباط برقرار بکنی، حالا دختر یا پسر، چون هنوز اونها رو مچور نمیدونن و میگن به راحتی میتونن بزرگترها سوء استفاده بکنن از این حرف، از این افراد. و خب خیلی خیلی جامعه آمریکایی هم خیلی ریجکت میکنه، خیلی برخورد سنگینی میکنه با این افراد که با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار میکنن، برخلاف رژیم جمهوری اسلامی که تشویق میکنه به دختر بچه های 6 ساله تا 9 ساله تجاوز بکنید به اسم ازدواج و صیغه و این حرف ها. اینجا یکی از جرم های بسیار بزرگ به حساب میاد و خب این قاضی روی مور متهم میشه به این قضیه و اگرچه ثابت نشد به هیچ وجه، اما جمع زیادی از جمهوری خواهان هم، حتی جمهوری خواهان استبلیشمنت در واشنگتن، از جمله سناتور میچ مکانل که رهبر اکثریت سنا به حساب میاد، رهبر جمهوری خواه سنا، درخواست کرده بودن که روی مور از انتخابات اصلا کنار بره. میچ مکانل در انتخابات مقدماتی درون حزبی از کاندیدای دوم لوتر استرنج حمایت میکرد و اون کاندیدا از روی مور شکست خورد در واقع، ولی حالا با یک مانوری میخواستن جمهوری خواه هر طور شده این نماینده جمهوری خواهان محافظه کار رو از صحنه خارج بکنن. که خب پشت سر این ما شاهد
مجموعه از و دموکرات ها حملات سنگینی رو داشتن میکردن به این قاضی که کاندیدای الان سنا هست از آلاباما، که خب شاهد بسیاری از موارد دیگه‌ای بودیم که از طرف دموکرات‌ها بیرون اومد و ظرف دو روز گذشته یکی از سناتورهای بسیار بسیار تندروی جریان چپ آمریکایی که از طرف دموکرات‌ها فکر کنم از مینسوتا اگر اشتباه نکنم به سنا اومده، آل فرانکلین که کمدین بود و بعد میاد توی سنا سناتور میشه، ماجرای مربوط به این به رسانه ها میکشه که آل فرانکلین توی سفر سال 2006 خودش به منطقه افغانستان برای اینکه با سربازان برای سربازان اونجا سربازان آمریکایی در اونجا یک توری رو بذارن با خانومی که به عنوان یکی از خبرنگارایی که در کنار خودش توی این تیم حضور داشت، بدون اینکه اون خانم بخواد میره اون خانم رو میبوسه و مزاحمت های اخلاقی براش ایجاد میکنه که الان توی سنا دیگه درخواست کردن گفتن این سناتور باید استعفا بده و کنار بره. و این تب رسوایی های اخلاقی بسیار بسیار بالا گرفته و وارد یک مرحله جدیدی شدیم تا جایی که سناتور نیویورک سناتور جیلبرند که صندلی هیلاری کلینتون رو به خودش اختصاص داد، هیلاری کلینتون بعد از اینکه بانوی اول آمریکا بود سال 2000 به اتفاق شوهرش بیرون اومدن از کاخ سفید، بعد میره در انتخابات نیویورک برای سنا شرکت میکنه و برای یک دوره سناتور ایالت نیویورک میشه و بعد از اون برای شرکت تو انتخابات ریاست جمهوری دوباره خارج میشه، دیگه شرکت نمیکنه تو انتخابات سنا و صندلیش رو خانم جیلبرنت میگیره. و حالا این خانم یا گلیبرنت بهش میگن، این خانم سناتور از ایالت نیویورک اومده حرف از این میزنه که بله اون زمانی که بیل کلینتون اون رسوایی اخلاقی رو داشت باید استعفا میداد و نباید میمون، که حالا دموکرات ها هم شروع کردن حمله کردن به سناتور گلیبرند که تو سناتور شدی به خاطر حمایت بیل کلینتون از تو بود و پول های کلینتون ها برات وسط اومد. و خلاصه جنجال رسوایی های اخلاقی در درون جامعه سیاسی و هنری آمریکا بسیار بسیار بالا گرفته که در روزهای آینده باز هم ازش خواهیم شنید. به نظر میاد حالا زنها و دخترهای آمریکایی احساس قدرت بیشتری میکنن برای اینکه بیان و رو بکنن دست کسانی رو که به نوعی از اینها سوء استفاده های اخلاقی کردن. بذارید بیام سراغ شما عزیزان ببینم که اگر هستن عزیزانی که صحبتی دارن میخوان مطرح بکنن، از این عزیزان بشنویم و اگر موردی هست که ما دربارش صحبت نکردیم دوستان میخوان بدونن بپرسن که در اون مورد بتونیم با هم صحبت کنیم. دوستی هست به عنوان دشمن کمونیسم و پوتین، من اگر این دوست اسم خودش رو بنویسه بیارمش که بتونیم حرف بزنیم. عزیزان دیگه ای هم دارم میبینم که دارن میذارن، لطفا اعلام بکنید و اگر یک بار میبینید مینویسید من نمیبینم دوباره بنویسید، که یا دوستان دیگه لطفا برای این عزیزان کمپین راه بندازید که بتونن بیان بالا. من نتونستم این دوست رو دعوت بکنم برای اینکه فکر کنم هنوز آپدیت نکرده، آپگرید نکرده در واقع سیستم فیسبوک خودش رو. دوست عزیز ایرانی کردمون نیکولاس کینگ که تو برنامه قبلی من داشتم شروع خط، البته برنامه قبلی اگر دقت کرده بودید قطع شد، برای اینکه اون لحظه‌ای که داشتم ویدیو رو میبستم به جای اینکه من با همین اتفاقا آقای نیکولاس کینگ داشتم صحبت میکردم فینیش رو زدم به جای اینکه اون بالا رو بزنم و اشتباه از طرف من بود که به کل ویدیو قطع شد. حالا میخواستم حالا با هاتون صحبت بکنم اون دفعه، ولی خب شانس آوردید که دیگه نشد. اجازه بدید احمد گلپور رو بیارم روی خط تا بقیه عزیزان اعلام آمادگی بکنن و من دشمن کم
کمونیست سلام رو امیر عزیز. دعوت کرد. درود محمد رضای درود عزیز، بر شما، اجازه وقتتون بخیر. بدید بگم. مرسی، وقتت بخیر. من دعوت کردم ایشون رو ولی گفتم هنوز آپگرید نشده سیستمش و نتونستیم صحبت بکنیم. محمد رضای عزیز، ساعت چنده اونجا؟ اینجا میبینی که نور امام زمان به صورت ما تابیدن گرفته. خوشبختانه خوشبختانه اولا یک شنبه است، دوم ساعت الان 8 صبح، خیلی عالیه، این تایم عالیه. 8 صبح سیدنی هستین درسته؟ امروز یک شنبه 8 صبح سیدنی استرالیا. ما به یه 18-19 ساعت از دنیا جلویم کلا. آره نه خیلی خوبه، از یه جهاتی خیلی خوبه، از یه جهاتی آره بده، ولی خوبه، حالا اینجا خوبه. امیر جان، راجب این مسئله‌ای که گفتید، راجب این زمین لرزی که توی کرمانشاه اتفاق افتاده، من دیروز داشتم یه خبری میخوندم، زلزله بم که 15 سال پیش اتفاق افتاده، فرماندار یا نماینده مجلس که از بم بوده گفته بم کلن 55 میلیون دلار نیاز داره تا کلن بازسازی بشه، ساخته بشه مثل اولش. بعد جالبه سال 92 یا 91 50 میلیارد دلار فقط به بشار اسد کمک کرده جمهوری اسلامی. شما 50 میلیارد دلار رو اصلا، یعنی 55 میلیون دلار قابل مقایسه نیست تو این رقم. بعد یه پستی هم دیروز ظاهرا این آقای علی دایی گذاشته، قشنگ همه دولت و نظام رو شسته، گفته من اصلا کاری ندارم با میانمار، کاری ندارم با لبنان، کاری ندارم به سوریه. یعنی چی علنی گفته؟ یعنی چی کاسه گدایی گرفت دستتون؟ کمک های مردمی؟ کدوم کمک های مردمی؟ بعد یه شماره حساب کمیته امداد داده، جالبه شماره حسابه همون شماره حسابیه که داشته برای میانمار، مردم میانمار داشته پول جمع میکرده. یعنی یه کاسه گدایی گذاشتم وسط، قشنگ هر اتفاقی میفته میگن بیاید پولو بریزید تو این. بعدم معلوم نیست این پول کجا میره. 6 ماه اول سال خیلی جالبه. 40 میلیون دلار کمیته امداد فقط صدقه گرفته تو صندوق ها. ببین آقای صادق زیبا کلام، حتما شنیدی. بله بله، اومده یه شماره حساب خودش اعلام کرده، بعد شماره حساب خودش رو نوشته دقیقا روی صفحاتش، اگر ببینید شماره حساب خودش رو، شماره حساب صادق زیبا کلام، و از مردم خواسته گفته بیایید کمک بکنید. ظرف چند روز گذشته اگر اشتباه نکنم 1 میلیارد تومان فقط اومدن کمک کردن مردم به این حساب، حساب صادق زیبا کلام، که خودش شوکه شده بود. و این کمک هایی که مردم اتفاقا دارن به سلبریتی ها الان میکنن، جواد خیابانی میاد وسط، نمیدونم علی دایی میاد وسط، اون یکی پسره خیلی بدم بازی میکنه، بهرام رادان، بله اینا میان وسط و خدایش بازی هاشون خیلی بد. بعد و نشون میده مردم اصلا هر چیزی که به حکومت وابسته باشه رو بهش اعتماد نمیتونن بکنن. یه حکومت میاد شماره حساب اعلام میکنه، کسی سراغ اونا نمیره، مردم میگن بابا اینا حاکما دزدن. تنها جای دیگه ای که دست مردم هست، میگن حالا سلبریتی ها رو بریم بهشون کمک کنیم، شاید اینا به دست مردم برسونن. خب دقیقا میخوام بگم زلزله بازار عجیبی شده. این زلزله تو کرمانشاه نبود، این زلزله قشنگ تو نظام بود، قشنگ نظام رو لرزون. یعنی نه به کمیته امداد، نه به هلال احمر، نه به، یعنی به هیچ کس مردم اطمینان نمیکنن. به روز چهارشنبه ظاهرا راه ها رو بستن، گفتن کسی حق نداره خودش بار برداره بیاره اینجا، یعنی کمک های مردمی و... یعنی کسی اعتماد نمیکنه بده، خود این طرف میره و کمک ها رو جمع میکنه، میره به وانه تجاره میکنه، بعد خودش میبره. یعنی اصلا هیچ اعتمادی نیستش، میدونه سر راه معلوم نیست اینو ببرن میانمار، ببرن فلسطین، ببرن دقیقاً لوبان. دقیقاً همین مسئله هست. و یه چیزی هم الان کاصادق آبادان تو یه تصحیح نوشته برای صحبت 50 میلیارد که گفته 50 میلیارد نبود، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار کمکی بود، که البته این من توضیح بدم، فقط این مبلغ که حدود 6 میلیارد دلار بود یک مورد از کمک های درسته بود به بشار اسد. و چون فقط یک مورد این بود، فکر کنم 4 سال پیش بود اصلا این 6 سال 91 بود، 92 بود. بله. و
آره، و بعد از اون دائم این کمک ها انجام شده و عدد 50 میلیارد اتفاقا اصلا عدد غریبی هم نیست، عددی که یعنی مبلغی که جمهوری اسلامی داره کمک، و این مبلغ ها رو شما اگر به میلیارد میلیارد، اگر دوستان میخوان بدونن چقدر میلیارد دلار وردارن ضرب و تقسیماشو بکنن که هر دلار 4000 خورده ای تومن الان، بعد ببینن تعداد صفرایی که جلوی عدد مربوطه به تومن میاد چقدره، بعد ببینن با 50 میلیارد دلار چند تا شهر میتونن بسازن. یه موضوعی هم دیدم الان گفتن بانک ها میخوان، بانک هایی که مثلا حالا بانک های تو ایران معمولا دولتی هن، حالا چه از ملی و تجارت و گفتن میخوان بهشون وام بدن با سود 4%. جالبه حالا شما هم خارج از ایرانی تو این تو استرالیا کل بانک ها میان بهت التماس میکنن با سود 1% 1.5%، مردم میگن نه اینا آخر سودشو میکنن 1.75%، نمیریم وام بگیریم. با سود 4% اسلامی دولت چجوری وام میدن؟ شما میدونی در سیستم بانکداری اسلامی ما چیزی به اسم ربا و اینا نداریم، و اینا یک چیزایی که نیست. من میخوام همینو بگم، اسمش ربا نیست، من نمیدونم این پدر جد ربا دقیقاً 4%، با افتخار میگن سود 4% میخوایم بدیم. داستان همون تو حوزه علمیه قم حتما شنیدی که یکی از این طلبه ها یه قضایی داشته، بعد سگ نجسه دیگه، بعد یک سگی اومده بود میبینه که داره غذاشو میخوره این از سر کلاس که برمیگره. البته این مال اون زمانیه که طلبه های حوزه علمی قم آدم های بدبخت و نداری بودن، نه مال الان که نه حقوق میگیرن باب و شراب و اینا دیگه میخورن. بعد و این طلبه پس گردن این توله سگ رو میگیره و از پنجره میندازتش بیرون و میگه انشالله گربه است. داستان اینا هم اینه، چون گربه مکروه، سگ نجس از دید اینا، و درسته. داستان انشالله گربه است و شما توی تمام رفتارهای اینا میبینید، همه جا دلیلن. هر چیزی رو میخوان یه دونه انشالله گربه است بهش میندازن و بعد دیگه قضیه جا میفته و حل میشه. دقیقا. ممنونم ازت که وقتتون به من دادید، از دوستانم تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشید. ممنون از حضور توی کنگره، حضور بسیار خوب و منطقی و گرمی که داری. بچه ها همه هم خیلی هم ازت راضی هم توی لیدرشیپ کنگره ملی ایرانیان محمد رضای، و امیدوارم من این حرفایی که میزنم برای دردسر بیشتر درست نکنه برای خودت، ولی میدونم که بیدی نیست که به این بادا و طوفانا بلرزی. فدای سرتون. نه اصلا مهم نیست، خیلی خوشحالم در خدمتتونم. موفق باشید. خداحافظ. پاینده ایران بدرود. خدا نگهدار. پاینده ایران. من اشتباه نه این دفعه اشتباه نبستم. اجازه بدید ببینم از دوستان دیگه. دوستان یادآوری میکنن که لطفاً شیر کنید و چکار کنید، سابسکرایب کنید. اگر عزیزان روی یوتیوب دارید این برنامه رو میبینید، حتما فراموش نکنید این پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و مشترک بشید توی کانال یوتیوب ما که بتونیم صحبت کنیم. مهرداد گلستان میگه غیر کنگره ای ها میان بالا. مهرداد جان من برای خودت یه دونه اینویتیشن الان فرستادم. دشمن کمونیست رو عزیزان من گفتم این چیز نشده، اپگرید نکرده سیستمش رو و من نمیتونم بیارم. علی جوزی هم درخواست کرده من رو، علی جوزی هم از بچه های کنگره است. بذار صدای دوستان دیگه در نیاد ما ببینیم، حالا اگر بتونیم از یکی دیگه از دوستان بگیریم بیاریم بالا، بعد میتونیم بریم دوباره سراغ بچه های کنگره از اونجا بیاریم. من برای مهرداد الان اینویتیشن رو فرستادم، گوشی تو لطفا بچرخون که میبینم که دینای شد و نتونستی بگیرید. دشمن کمونیسم هم همچنان مسئله داره و نتونستیم بیاریمش بالا. نه درستش نکردی، چون دارم میبینم که هنوز آپشن رو برای اینوایت کردن نمیده. مهرداد غلامی
بعدش هم میرم سراغ علی جوزی که از کرمانشاه هست فکر میکنم، اهل کرمانشاه، و با ایشون بخوام صحبت کنم. مهرداد غلامی، من برای اینویتیشن رو الان فرستادم، لطفا گوشی رو فکر میکنم آخرین بار اگر یادم باشه گفتن به حالت عمودی باید بگیرید نه افقی، که بتونید اینویتیشن رو اصلا ببینید اون پایین و اکسپت بکنید. محمد مهدوی هم گفته که دوست داشت که میتونه صحبت کنه، بذار ببینم اگر بتونم بگیرم. همچنان اینویتیشن برای مهرداد غلامی داره نشون میده که داره چشمک میزنه، اما ایشون دریافت نکرده. اگر نمیتونید بگیرید من برم سراغ یکی دیگه از دوستان، هر وقت تونستید دوباره برای من بزنید. محمد مهدوی سیستمت اجازه نمیده. دشمن کمونیست و پوتین میگه با لپتاپ هستن. با لپتاپ فکر نمی کنم بتونید بیاید، تا اونجایی که من میدونم باید حتما از روی تلفن باشه. اگه میتونید بیاید از روی تلفن، بیاید با تلفن. مهرداد گلستان میگه من خودم دیکلاین کردم، اجازه بدید ببینم. امین خدری میگه درباره آبادان قرار شد صحبت کنی. من درباره آبادان امروز نمیدونم قرار نبود حرف بزنم، اما نمیدونم چه صحبتی باشه. ولکای آبادان همیشه خودشون دیگه خدا رو کولتن، احتیاج نیست دربارهشون صحبت کنی. علی اکبر عبداللهی فکر میکنم از دوستانی که قبلا نیاورده بودیمشون، من اینویتیشن رو فرستادم ببینم میتونن دریافت کنن یا نه. مهدیس رو بیارید روی خط، اگه مهدیس میخواد صحبت کنه حتما خبر بده که بیاریمشون روی خط. من اینویتیشن هایی که میفرستم و دوستان نمیتونن دریافت کنن، انقدر چشمک میزنه اینجا تا قطع میشه. آزاد گفته که چطور میتونه در کنگره ملی شرکت داشته باشه. بچه های کنگره ملی باهاتون تماس میگیرن و هماهنگ میکنن که بتونیم صحبت بکنین. مهرداد خاتمی، امیر جان سلام، مایه افتخار با بچه های مازندرانی شما، به امید روزی که تو ایران ببینم. دل منم برای جنگل های مازندران یک ذره شده و امیدوارم به زودی بتونیم همه با هم جشن بزرگی رو اونجا داشته باشیم. امیر حسین راد درباره رکس تیلرسون سوال میکنه، میگه از موازه خودش کوتاه اومده یا نه. همچنان البته بسیار کوتاه اومده، بسیار سعی کرده خودش رو همراه بکنه با پرزیدنت ترامپ، اما همچنان ما با مشکلات بسیار بزرگی داخل وزارت خارجه آمریکا یک سال بعد از اینکه دولت جدید روی کار هست مواجه هستیم. هنوز اون تیم اوباما روی کار هستند و متاسفانه هنوز عوض نشدن، نیروهای جایگزین براشون نیامدن و این خیلی بده. باید هرچه سریعتر تکلیف اینها رو روشن کنن. نیما مسعودی گفته منو بیار، من تلاش کردم. نیما جان شما هم مشکل داری، آپدیت نشدی هنوز. و آزاد رو بچه ها میگن روی خط بیاریم، اجازه بده من دعوت بکنم ایشون رو که دوستان میخوان آشنا بشن و اگر قراره توی کنگره ملی بیان همکاری بکنن اینجا بشناسنشون دوستان. نیکولاس کینگ روی خط میخواد صحبت کنه اما من دیگه نمیبینم ازش. درود دوست عزیز، گوشی تو اینوری بگیر که سرگیجه نگیریم. درود، خوبی؟ قربان شما، مرسی. عرضم به خدمتتون، در کجای دنیا هستی و اسمت چیه؟ ما به چه اسمی صدات کنیم؟ من آلمان هستم، اسمم آزاده. آزاد، اوکی. بعد کجای آلمان هستی میتونم بپرسم؟ نزدیکای اشتوتگارت هستم. اشتوتگارت، اوکی. خب میشنویم، بگو.
من خیلی دلم میخواستش که توی کنگره ملی ایرانیان شرکت کنم، منتها نمیدونم چه جوری. خب الان که داری صحبت میکنی با من، چه کارچیهای کنگره ملی ایرانیان دارن میبیننت؟ بله. بعد از این صحبت میان سراغت. روی صفحه فیسبوک شخصی خود من هم یه پیامی رو لطفا بفرست که احیانا اگر شکارچی‌ها تیرشون به هدف نخورد از اون ور من بتونم معرفیت بکنم با اینها. یکم از خودت برامون میگی که چجوری وضعیتت، چند وقت آلمان هستی؟ من تقریبا 3 سالی میشه تو آلمانم. بعد وضعیتم بد نیست، همه چیز اوکیه. پیگیر بودش، از این دولت ایران خیلی پیگیر بود که بتونه یه حرکتی بزنه ولی نتونست. و فعالیت‌های خیلی ریزی دارم ولی نه اونقدر بود درست، چون زیاد کانکت نیستم با اپوزیشن های خارج از کشور، ولی خب خودم تا جایی که میتونم یه کارایی میکنم. این متاسفانه مشکل بسیاری از عزیزان هست که بچهای جوونی که میان خارج از کشور و نمیتونن یک جایگاهی رو پیدا بکنن که اسم اپوزیشن روش باشه که بتونن برن به اونجا فعالیت بکنن، و این نقطه ضعف بسیار بسیار بزرگ اپوزیشن نسل قدیم ماست. اینا پرچم رو درست دست به دست نکردن، مشعل مبارزه رو جایی نیست، هیچ جایی نیست که کسی بتونه بره مراجعه بکنه. دائم همشون نق میزنن که آه هیچ کس نمیاد توی مبارزه هیچ کس، ولی خودشون هم هیچ دری توی اون عمارتی که نمیدونم کجا هم هست نذاشتن که کسی بتونه بیاد وارد بشه. و این رو بهت حق میدم، این مشکل رو همه ماها باهاش مواجه بودیم تا وقتی که خودمون تصمیم گرفتیم عمارت رو بسازیم. و حتما من مطمئنم بچه‌ها سراغت میان و جذبت خواهند کرد تا تواناییاتو ببینیم که چه کارهایی رو میتونی انجام بدی و اون وقت حتما داشته باشیم. نکته چیزی هست که بخوای بگید؟ خیر، من مزاحم شما نمیشم، مزاحم وقتتون نمیشم، از دیگرانم عذرخواهی میکنم که وقت کسای دیگر رو گرفتم. مرسی، مرسی از شجاعتت که اومدی روی خط، و حالا بچه ها باید حتما تماس میگیرن و امیدوارم که بتونیم همکار باشیم توی کنگره ملی ایرانی پاینده ایران. خیلی ممنون، پاینده ایران. خدا خدافظ. داریوش عزیز، بذار ببینم میتونم من داریوش رو بالاخره بگیرم روی خط بیارمش یا نه. دوستان آیا همه تصویر و صدای منو ندارن یا اینکه فقط یک بخشی از بچه ها نداشتن؟ همه دارن میگن درود بر شما. درود داریوش عزیز، دوباره ما گوش و کنار خونه رو میبینیم و خودت رو نشون نده. البته خوب خوبی؟ آقا اول به من بگو تصویره. مرسی، تصویر منو میبینی شما؟ الان اومد تصویر شما، در قبلیه نداشتم. اوکی، الان تصویر شما رو دادم، شما خوبین؟ متشکر، ممنون. بعضی از دوستان هنوز دارن میزنن که تصویر نداریم. الان من تصویر شما رو دارم، بسیارم عالیه، ولی تصویر خوبه دیگه. دوستان عزیز باید یه چیزی من بگم، اون فقط باید دقت کنم، یه لحظه گوشی ببخشید. زمانی که واسه پیام میمیشه معمولا گوشی ها رو به این صورت نگه میدارم همگی، زمانی که دعوت نامه را باید برگردونم به این صورت تا بتونم کنکشن. بخوای اون دفعه یکی دیگه از دوستای ما میگفت درست نقطه مقابل اینو میگفت، میگفت اگر به صورت افقی گرفتن باید عمودی بگیرن تا ببینن در. شاید تو گوشی مختلف فرق میکنه. نه گوشی هم گوشی همه اینجوری نگاه میکنن معمولا. زمانی که دعوت نامه حتما باید اینجوری بشه تا بتونن کانکشن دیگه. من اینجوری نگه دارم. آقا بخروبر، درباره آقای کامران قادری صحبتی نکردین، دعوت نکردین ایشونو. میخواستم نظر خودتون بدونم چرا ایشون اصلا دعوت نکردین توی کجا برنامه تون؟ اصلا کامران قادری الان نزدیک 8000 کیلومتر پیاده اومد دار میاد به سمت ایران. بعد با پرچم ملی ایران دیگه، پرچم شیر خورشید.
من کجا میتونستم دعوتش بکنم؟ یعنی توی برنامه های ما برنامه. من دعوت نکردم. حالا معمولا اکثر شبکه ها دعوتش میکنن، اکثر به فرض مبارزین ها دعوتش میکنن، از کارش تشکر میکنن. تو ایران هم خیلی صحبتش هست. حالا نظر شما رو نمیدونم، ولی در کل اگر سلام میدونین دعوتش کنین توی برنامه تون که بیاد. حتما اگه دسترسی بهش داشته باشیم حتما این کارو میکنیم. من دوستان دارن میگن که چیزو تصویر منو نمیبینن. من تصویر خودم اینجا خیلی به دارم میبینم. شما هم میبینی دیگه، درسته داروشان؟ من تصویر شما رو دارم. آره یه نمیدونم چه مشکلیه که نمیتونم تو بعضی. اگر دوستانی هستن که میتونن ببینن لطفا یه ندایی بدن ما بدونیم که داستان چیه. بر صورت ممنون دوش عزیز، اگر نکته دیگه ای نیست بریم ببینیم چند دیگه بتونیم درستش کنیم. بعد نکته دیگه خواستم دعوت کنیم یه شب یه تلگرام. حتما حتما من دعوت دیگه من میخوام قولش بگیرم، قولش بگیرم اونجا قول بدم. باشه، برای حالا دوشنبه یا چهارشنبه میخواین هماهنگ کنیم؟ فردا یا چهارشنبه به من بگین کجا رو تلگرام مسیج بزنین. باشه باشه، سعی میکنم بیام باهاتون. کوتاه البته، ولی میام حتما جوابگوی سوالای بچه‌ها باشم. تیفدا بابام، همه مازندرانیا عشق، ایران عشق، خداحافظ، بدرود، قربانت، لطف داری. مرسی داریوش عزیز، پاینده ایران. حالا شما بسم فیروز باشید، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که این مشکل تصویری ما جدیه. خیلی از عزیزان دارن میگن که تصویر نیست. اگر من قطع کنم دوباره استارت کنم مشکل پیش خواهد اومد مطمئنن، برای اینکه الان نمیتونم تصویر. من تصویر دارم شما دارم. آره ولی بقیه دوستان نمیبینند. آره صفحه موبایل منم دوچار بحران شده و نمیذاره حتی قطع بکنم از اون ور شما رو. ببین شما میتونی قطع کنی منو؟ خب از اون ور قطع شد، ولی من نمیدونم واقعا این تصویر چه مشکلی براش پیش اومده. حالا به هر صورت دوستان میگن تصویر من سیاهه، در صورتی که من خیلی واضح و روشن دارم میبینم و نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. حالا اگر از دوستانی که میخواستن بیان صحبت کنن، اگر ما نداریم که علی جوزی خواستن رو خط باشن. درود علی عزیز. درود علی عزیز، گوشی رو بچرخون ببینم شما منو میبینی؟ خب من بله الان میبینم شما رو. من فقط کسایی که رو خط میان منو میبینن. ببینم قبلش هم منو میدیدی یا نه؟ دقیقاً نه نه، بعد اینکه با دوستمون صحبت کردی، با اولین دوستی که اومد بالا صحبت کردیم، بعدش دیگه تصویر شما نه میای روی خط، فقط تصویر مهمان ها رو میبینی. کسایی که چی هستن اونورا هستن نمیدونم. بله بله بله، درسته درسته. خب من سریع برم سر صحبت هایی که قرار خدمتتون عرض کنم. یکی بحث زلزله بود و اینکه عزیزان این زلزله چند روز پیش نیومد. این زلزله از سال 57 افتاده تو ایران، بیش از 10 ریشتر هم قدرت داره و هنوز داره میلرزونه، تموم هم نشد. بعد زلزله کرمانشاه این زلزله تموم نشد، داره میلرزونه تا نابودی کامل ایران این زلزله جمهوری آخوندی پیش خواهد رفت، تا زمانی که مردم بلند شن و این جمهوری جهل از این مملکت بیرون کنن. صدای من رو داری جناب فخرآور؟ آره آره آره. خب یه مسئله ای که هست بحث ارتش بود و من یه اندکی از مشکلات این عزیزان میخوام چند کلمه صحبت کنم. دقیقا قبل از برنامه‌ای که زلزله‌ای که اتفاق افتاد،
این عزیزان ارتشی داشتن هماهنگ که متاسفانه گویا اجباراً حقوق همه پرسنل ارتش از این مؤسسه دیده میشنوم و گاهی تصویر و الان جناب فخرآور همینجا من صدا و تصویر شما رو خیلی بریده بریده دریافت میکنم، نمیدونم عزیزان دیگه هم همینجور میبینن یا مشکل از سمت من. خب احتمالش هست الان بهتر شد، البته من صدای شما رو دیگه دارم، تصویرتون هم دارم. صدای من رو دارید شما؟ تصویر دارو؟ همینجا صدای من رو دوستان اگه میشنون. خب بله، در مورد حقوقهای ارتش داشتم صحبت میکردم که یه بانک مؤسسه‌ای به نام بانک حکمت ایرانیان ظاهرن که توی پرداخت خیلی اذیتشون میکنه. بحث افزایش حقوقاشون بود که دارن اعتراض میکنن که حداقل طبق افزایش درصدی که توی سازمان‌های دولتی مقرر کردید، مثلا امسال چند درصد افزایش حقوق داشته باشیم، حقوق ما رو همین اندازه افزایش بدید حداقلن. که آقای روحانی اومد و گفت کسایی که قبول کردن نشستن پشت میز خدمت باید کار کنن، ما نمیتونیم افزایش بدیم حقوقا رو، به هر کی میخواد بذاره بره. بعد از صحبت آقای روحانی بعضی از کارمندان ارتش عنوان میکنن که 216 هزار تومان از حقوقمون کسر کردن نسبت ماهای قبل، افزایش که نبود هیچ، 216 هزار تومان هم کم شد. ارتشی که با این مشکلات درگیره وقتی زلزله اتفاق میفته، طبق بیان خود پرسنل ارتش میگن زلزله ساعت 9 و چند دقیقه اتفاق میفته، ساعت 11 و نیم پرسنل ارتش مشغول امداد رسانی بود. پرسنلی که تحت بیمهری سیستم حاکم بر کشور قرار میگیرن، حقوقشون به جای افزایش ثابت که نیست، درست و به موقع که پرداخت نمیشه، تازه حقوقشون کسرم میشه 216 هزار تومان در ماه. همین ارتش بلا فاصله بعد اتفاق زلزله به 2 ساعت نمیرسه، حاضر میشه کنار مردم و خدمت رسانی رو شروع میکنه، مردم رو از زیر آوار در میاره، اموال مردم رو محافظت میکنه، هر کاری که نیاز هست، کارهای اورژانسی سیستم هوانیجوی ارتش میاد میدان، بیمارستان صحرایشون رو بیارن مستقر میکنن، بلا فاصله 60 نفر از پرسنلشون تا صبح میاد مستقر میشه، یعنی صبح ساعت 10 60 نفر از پرسنل بیمارستان ارتش و یه بیمارستان صحرایش اونجا مستقر میشه. ببینید هنوز هستن غیرت مردانی که از آموزش های دوران پادشاه فقید موندن تو بدنه ارتش و ارتش ما امروز مردمی هست. دیدیم توی سخنرانی که یکی از فرماندهان ارتش میکنه یه مثال خوبی میزنه، به سپاهی ها میگه برای شکار بین شیر ماده و نر قانون، چون شیر ماده چالاک هست برای شکار شیر ماده میره، ولی یه وقتی هم پیش میاد که شیر مشکل میشه اون وقت شیر نر پا میشه میره برای شکار. و اینجا یه هشدار به سپاه میده، میگه بترسید از روزی که این شیر نر بلند شه برای شکار کردن، اون موقع قاعده بازی که ساختید کلا به هم میریزه و همه چی برمیگرده سر جای خودش. این از بحث ارتش و کاری که کردن، حتی شهید دادن توی این راه و اون خلبان ارتش رو دیدیم اومد با چه محکمی گفت، گفت مردم اون چیزی که تو تلویزیون به شما نشون میدم اون نیست، من خلبان هلیکوپترم، من پرواز میکنم میبینم اینجا چه فاجعه‌ای رخ داده. مردم عزیز امروز دیدیم اگر مردم بخوان بدون کمک حکومت حتی زلزله رو از پشت سر میگذرونن. الان
طبق پیام هایی که از منطقه زلزله زده کرمانشاه میرسه به حدی حجم کمک ها بالاست که میگن آقا دیگه لباس و مواد غذایی نفرستید، دیگه اصلا جا نیست اینا رو ما نگه داریم. الان یکی از کارهایی که دوستان محبت کردن تو تلگرام یه جنبشی راه انداختن برای کمک، دارن کانکت سازی میکنن که جالب دیروز پزشکان اگه اشتباه نکنم سرانجی 40 تا کانتینر رو خریدن یک شب، امروز بارگیری شد ارسال شد که برای اسکان حداقل یک سالی که طول خواهد کشید این عزیزان اونجا به اصطلاح سکونت پیدا کنن، چادر دیگه قابل سکونت نیست برای یک سال، یه روز دو روز کار را میندازه. داره کانتینر خریداری میشه نو کنه هر چیزی که به اصطلاح امکانش هست و کمک‌های زیادی هم میشه. مردم ثابت کردن که بدون این سیستم، بدون این نظام دیکتاتوری حتی حاضرن زلزله رو هم از سر بگذرونن، چه رسد به اداره کردن کشور. حالا من یه هشدار به سران نظام میدم، ببینید اگر این ارتش و این مردم دست به دست هم بدن، دیگه تروریست‌ها، دیگه جنایتکارا جایی، دیگه دیکتاتورا جایی تو ایران. برگردید به مردم، ثروتی از مردم رو که چاپیدید که امروز اعلام میکنم بیش از 97 میلیارد دلار ثروت شخص خامنه ای که از مملکت غارت کرده، برگردونید این پولها رو به کشور، بذارید ایران آباد بشه. بس تو یمن، بس توی حمایت کردن از دیکتاتوری توی سوریه، بس حمایت کردن از دیکتاتوری سید حسن نصرالله، بس حمایت کردن از دیکتاتوری غزه. برگردید از ایران حمایت کنید، اینجا خاک ماست، اینجا کشور ماست، شما هم دارید اینجا زندگی میکنید، بس کافیه. خیلی اذیتتون کردم، سرتون رو درد آوردم، ببخشید، دلمون پره و وقت دوستان محدود. بله من بله دقیقا عرض کردم. دقیقا ممنونم، ممنون که وقت دادید بهم. زنده باشید. پاینده ایران بدرود.